آیا دعا فقط در قالب کلمات معین اثر گذاره؟ آیا دعا خوندن شرایط خاصی رو میطلبه و با حالات خاصی باید ادا بشه؟ آیا این شروط فقط وسیله برای توجیه بی‌اثری اون نیست؟ چجوری باید برای دعا خوندن اقدام کرد؟ امروز هم همراه هستیم با آقای دکتر ثابت، دکترای تعلیم و تربیت از دانشگاه ایالتی نیویورک و از طریق اسکایپ هم میریم سراغ خانم دکتر مینا یزدانی، استاد تاریخ دانشگاه کنتاکی شرقی که ایشون تحصیلات خودشون رو در رشته پزشکی دانشگاه پهلوی شیراز آغاز کردن اما پس از انقلاب فرهنگی موفق به اتمام اون نشدند. برای همین زمینه معارف بهائی و رشته های دین و فرهنگ رو در دانشگاه ویلفورد لوریه کانادا دنبال کردند و سرانجام هم در رشته تمدن‌های خاورمیانه و نزدیک موفق به کسب درجه دکترا از دانشگاه تورنتو شدند. خانم یزدانی خیلی خوش آمدید، آقای ثابت به برنامه ما خوش آمدید. خانم یزدانی با شما سوال بکنیم که واقعا شرایط دعا چیست؟ خیلی ممنونم. منم اجازه بدین خدمت بینندگان عزیز سلام عرض کنم. اول کار مطلب رو هم از اینجا میخوام شروع کنم که اگر وقتی صحبت از شرایط دعا میکنیم، خود به خود اول باید ببینیم که ما دعا رو چی میدونیم و بر مبنای اون وقت از بر مبنای تعریفی که ازش میکنیم اون وقت این شرایط ببینیم چی هست. مطمئن هستم که در برنامه‌های قبلی شما از این مطلب صحبت شده، اما من ناچارم حتی اگر تکراری باشه این موضوع رو دوباره مطرح کنم. از نقطه نظر ما بنابر آثار بهائی، دعا در واقع واسطه رابطه بین حق و خلقه، یعنی رابطه‌ای که اساسش بنابر اعتقادات ما عشق هست. بنابراین دعا تبدیل میشه در دیانت بهائی به وسیله بیان عشق به معشوق حقیقی که حق باشه. این نوعی هست که ما به دعا در واقع نگاه میکنیم. وقتی که تعریفش این شد، وقتی تعریفش وسیله بیان عشق شد، بهترین طریق دریافت اینکه شرایطش چی هست از روی همین تشبیه بین رابطه عاشقانه، رابطه بین عاشق و معشوق در عالم ظاهر میشه فهمید. شما اول وقتی که عشق دارید به کسی میخواهید بیانش کنید، این طبیعی ترین جنبه عشقه که خود به خود بیان رو میطلبه. دعا در دیانت بهائی این حالت رو داره، یعنی این که خود به خود با احساس شناخت و ایمان، یعنی عشق به حق میاد، یعنی ازش جدا ناشدنیه. حالا شرایطش چجوری هست؟ شرایطش شرایط مکالمه حقیقیه، شرایط ایجاد ارتباط حقیقی و واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما مثلا وقتی میخواین با یکی صحبت کنین، به خصوص وقتی میخواین بهش بگین که چقدر دوستش دارید، میخواید خیلی خالصانه اینو بگید. اگر که از سر اجبار به نظر بیاد که دارید میگید، نه اون میشنوه نه در واقع ارتباطی برقرار میشه. بنابراین شرط اصلی خلوص در بیان محبتی که دارید، یعنی آنچنان از دل برمیاد که قرار هست بر دل بشینه. اگر این حالت نباشه، یعنی اگر که از سر اجبار و تکلیف باشه، اصلا شنونده هم نمیخواد گوش بده. نمیدونم، این کلیاتی هست که به نظر من در مورد شرایط دعا در دیانت بهائی باید ذکر بشه. بقیه نکاتی که به نظرم میرسه رو میتونم بعد خدمتون بگم. سپاسگزارم. آیا ثابت، این ابراز عشق همینطوری که خانم دکتر یزدانی فرمودن، آیا آداب خاصی، چرا، یعنی اصولا چرا آداب خاصی داره اگر که فقط صفا و صمیمیت هستش؟ ولی ما میبینیم که به هر حال در ادیان همیشه با آداب و با لااقل کلمات مشخص و معینی باید ابراز بشه. البته همطور که خانم دکتر یزدانی به نفع احسن توضیح دادن، این یک جور رابطه است بین عاشق و معشوق و طبق هر رابطه یک خصوصیات خاص خودش رو داره که خصوصیات اصلیش اون جنبه روحانیشه، اون جنبه اخلاصی است که بهش اشاره فرمودن، اون اصل کاره.
ولی بعد از اون هم طبیعتاً یک مناسکی هست که البته اینجا باید یک فرق اساسی گذاشت بین اون آداب و رسومی که به صورت فرهنگی در بستر تاریخ رسوب کرده و در ادیان باقی مونده و بیشتر به یه سلسله حرکات بی‌معنا تبدیل شده، بین اون تفاوت گذاشت، بین اون و اون آداب و رسومی که به اصطلاح در بعضی از حالات دعا همراه هست. مثلا در یکی از دعاهایی که یکی از انواع دعا نماز هست که فرق در حقیقت یک نوع دعایی است که به صورت اجباری هست برای یک فرد مؤمن که بعد اون نمازش رو به جا بیاره. نه به جا آوردن نماز از شرایط ایمانه. در اون حالت خب یک آیات خاصی نازل شده و یک آداب خاصی رو باید رعایت کرد که در اون حالت حدس من بر اینه که اولا اون آثاری که نازل میشه، یعنی اون نفس اون بیاناتی که از طرف حق اومده، ما بر این اساس هست، بر این عقیده هستیم که کلام حق دارای قوه روحانی هست، یعنی میتونه دنیا رو تکون بده، یعنی بر میگرده به همون کلام حقی که در اصل ما معتقدیم به صورت وحی بر پیامبر نازل میشه و اون در حقیقت پیام الهیه و همون پیام هست و همون کلام هست که موجودات عالم رو خلق جدید میکنه. یعنی در این مورد البته میشه خیلی بحثای معتبر فلسفی و علمی کرد راجع به تأثیر کلام در خلقت جدید عالم. رضا فرض رو بر این میذاریم که این کلام، این که کلام الهی هست، چون با کلام بشری فرق داره، در نفس خودش دارای قوه روحانی هست و اون قوه میتونه تأثیراتی بر عالم وجود بذاره و تأثیراتی بر فرد بذاره و یا آثاری رو در اثر گفتن اون کلام ظاهر بکنه. پس ما به اون کلام رو معتقدیم که دارای قوای مخصوصه روحانی هست و بعد یه سلسله از آداب و رسومی هم هست که در مورد نماز باید اجرا بشه که من حدس من بر اینه که اینها حتما در پیشگاه حق یا به هر حال دارای معانی مخصوصه ای هست که میتونه در نزد هر کسی اون معانیش فرق بکنه. نفس این که مثلا سر به سجده گذاشتن، این به نوعی برمیگرده به همون مسئله ای که انسان نفس خودش رو فراموش میکنه و در به اصطلاح به حالت محویت محض خودش رو میخواد در حق بیان بکنه و بیان این لازمش یک سلسله آداب و رسومی است که اون اخلاص رو نشون بده. لذا این یک نماده، اون آداب و رسوم یک نمادی از حقیقت اصلیش. لذا اشتباه نباید بشه، صرف آداب و رسوم هدف نیست، بلکه این آداب و رسوم یک نمادهایی است که ما رو اون اخلاص حقیقی انسان رو و اون محو شدن در عشق الهی رو میخواد جلوه‌گر بکنه. خانم دکتر یزدانی، آقای دکتر ثابت فرمودن که نماز هم بخشی از دعا هاست. حالا دعا انواع اقسام داره، راجبش قبلا هم صحبت کردیم، اما راجب نماز هم عنوان کردن و خودشون هم اذعان داشتن که بخش اجباری دعا هاست. اما شما عنوان فرموده بودید که اگر دعا با اجبار همراه بشه، نه شنوندش سامع اون خواهد بود، نه برای ادا کنندش اثری خواهد داشت. چجوری اینو توجیه می‌فرمایید؟ این که در دیانت دعا با شرایط خاص، با الفاظ خاص، با آداب خاص تعیین شده و اینکه ما این آداب رو قرار هست به جا بیاریم، به نظر من معنی این که اینا اجباره و فاقد هم ضرورتاً فاقد میل هست این تمدش به هیچ وجه نیست. ببینید دعا، این حکم نماز برای فرد مؤمنه. فرد مؤمن بنا به تعریف میل داره اون چیزی که معشوقش میخواد رو انجام بده. معشوقش برای او ادای الفاظ خاص رو به شرایط خاص تعیین کرده. از روی حب و عشق هست باز که دوباره داره انجام میده. یعنی همون نمازم انگیزه اولیه اصلی در اداش عشق به مظهر امره. هر نوع
اجرای احکامی در دیانت بهایی بنا هست از روی محبت حق باشه، از روی محبت به مثل امر باشه که ما کاری رو انجام میدیم که او گفته، به این دلیل بهش نگاه اجبار نمی کنیم. شما وقتی میدونید معشوقتون از کاری راضی میشه و از شما خواسته که اون کار انجام بدین، با میل و با شوق انجام میدید. این از روی اکراه نیست، چون از روی اکراه نیست باز مکالمه خواهد بود، باز بیان مطلبی به ساحت معشوقتون خواهد بود. من میخواستم یه چیز دیگری رو هم اگر ممکنه اضافه کنم یا باید صبر کنم برای مطلب بعدی؟ خواهش مام، نه بفرمایید مطلبتون. میخواستم عرض کنم که البته آقای دکتر ثابت خیلی قشنگ جدا کردن که اون چیزی که معمولا آداب خاص همراشه نماز در ادیان، به ما میدونیم همونجور که ایشون هم کاملا مشخص بود در صحبتشون که دعا فقط نماز یک نوعی از دعا هست و ادعیه خیلی زیادی در دیانت بهایی هست، هم از حضرت بهاءالله، هم از حضرت عبدالبها و البته پیش از اون از حضرت اعلی، ادعیه خیلی زیادی هست که ما میتونیم در موقعیت‌های مختلفی بخونیم و اینا دیگه واقعا دقیقا اون بیان محبتی که داشتم براتون میگفتم که فاقد آداب هست شامل حالش میشه، به حدی که حتی حضرت عبدالبها در جایی میفهمن صحبت حالت دعا میکنن، یعنی این که به جای این که مناجات فقط بیان الفاظ باشه، حالت توجهی که در انسان هست خودش میتونه تعریف دعا رو بپذیره، یعنی میفهمن حتی که الزاماً محتاج به الفاظ نیست بلکه منوط به فکر و حالت هست و خیلی تاکید دارن حضرت عبدالبها در آثارشون که دعا نباید هم همه الفاظ باشه، یعنی اگر که دعایی رو بخونیم فقط به خاطر اینکه باید خوانده باشیم، همون تکلیفی که خدمت عرض کردم، فقط الفاظ رو پشت سر هم بگیم بدون این که همراهش توجه و حقیقتا بیان منبیات قلبی باشه، اینو میفهمند اسمش هم همه الفاظ نه دعا. به حد این مؤکد هست در آثار حضرت عبدالبها که حتی جالب هست بدونیم که مناجاتی از ایشون هست که ما برای طلب رسیدن به این حالت، یعنی حالت توجهی که اون وقت بیان مطلبمون دعامون فارغ از هم همه الفاظ باشه، بیان معنی باشه، این اون وقت دعای واقعی هست. سپاسگزارم. ما این ثابت خیلی رابطه رو رابطه عاشقانه داریم قلمداد میکنیم، رابطه دعا رو. در این رابطه عاشقانه آیا همیشه معشوق میخواهد و عاشق ایفا میکند، یا اینکه اون عاشق هم نهایتاً درخواست هایی داره از معشوق خودش؟ بالا درک من از این مطلب اینست که این یه رابطه متقابله. البته وقتی صحبت از رابطه متقابل میکنیم، بنا به پیش‌فرض‌های مذهبی که داریم، به این معنا نیست که خدا نیازمند انسانه و یا نیازمند دعا هست، بلکه منظور از رابطه متقابل به این معناست که خدا انسان را خلق کرده بر اساس عشق، که این خودش یه بحث تئولوژیک زیاد مفصلیه، چه در آثار اسلامی چه در آثار بهایی، ولی بحث اینه که انسان اون وقت در مقابل این خلقتی که شده، انسان هم باید به خدا عشق بورزه، در حقیقت این رابطه اون وقت برقرار بشه. لذا وقتی که یک تقاضایی هست، البته این به این معنا نیست که دو موجود مساوی رو کنار هم میذاریم و میخوایم رابطه متقابل برقرار کنیم، در حقیقت یک نوع رابطه متقابل بین خالق و مخلوق، و همونطور که خالق یک تعریفی داره و یک شرایطی رو داره، همونطور هم بر مخلوق اون تعریف و اون شرایط حاصل هست، یعنی اون حالت رو اجرا میشه. لذا بحث اینه که، ولی در عین حال رابطه متقابله، یعنی انسان بایستی به زبان بیاره مطلبی رو و از خدا بخواد تا این بیان خودش رو، تا این عشق خودش رو یا تقاضای خودش رو به اصطلاح بیان بکنه. این یکی از شرایط این رابطه است و احتمالاً ببخشید همینجا، خب چرا اتفاقا باید به بیان بیاد؟ برای اینکه مگر حق آگاه بر ما فی ضمیر افراد نیست؟ بله، ولی
معمولاً ببینید این فرقش رو به این صورت میشه توضیح داد که با یک مثال که اگر شما یک نفر رو دوست داشته باشید و ولی تا زمانی که اون رو اولا به زبان نیارین این امکان پذیر نیست که اون دوست شما مطلع بشه از اون چیزی که در ذهن شما داره میذاره یا در قالب نه با این با تفاوت حق میکنه کاملا درسته ولی با این تفاوت که نفس بیان دوباره این بازی بحث دیگه است نفس بیان اون عشق و اون بندگی این یه تأثیرات روحانی داره که بایستی به بیان بیاد از ذهن از اینتنشن یعنی از اون نیت بیرون بیاد به زبان جاری بشه و در عالم پخش بشه مثل یه واقعا امواجی رو تولید بکنه که تا در نتیجه دعا به مقصود اصلیش رسیده باشه. اینجا در حقیقت فرقی است که از نظر روحانی ما بین نیت و بیان نیت شرح میدیم. ببینید حتی در وقتی در انسان از نظر روانشناسی مورد بحث قرار میدیم تا زمانی که یه مطلب در ذهن انسان هست بسیاری عوامل انسان رو باز می‌داره از بیانش منتها وقتی تمام اون عوامل تمام اون پرده ها رو به کنار می‌زنیم و بالاخره به زبان میاد اونجاست که نشون میده اون ما به واقعیت اصلیش داره نزدیکتر میشه سپاسگزارم این بحث رو اگه اجازه بدید در بخش دوم برنامه‌مون ادامه بدیم تا لحظات دیگه در خدمتتون خواهیم بحثمون در مورد شرایط دعا رو ادامه میدیم با این سوال که خانم دکتر یزدانی اتفاقا تو مثال آقای ثابت وجود داشت که ما ظاهرا یک امر کاملا روحانی رو مستلزم وجود اسباب مادی میدونیم یعنی اینکه باید بیان بشه گاهی اوقات باید حرکاتی رو داشته باشه اعمالی رو داشته باشه و در واقع ما از روحانی بودن اون میکاهیم چرا باید یه همچین چیزی در امر دعا اتفاق بیفته حتی زمان دخیل میشه یعنی اینکه ما یه شرایط زمانی و مکانی مناسبی رو هم برای دعا پیش بینی میکنیم یعنی میگیم که در زمانهایی مناسبتر است در محلهایی مناسبتر است حتی بحث بهداشتی رو گاهی اوقات واردش میکنیم با شرایط فیزیکی مناسبتری باید ادا بشه یعنی کاملا منوطش میکنیم به اسباب مادی والا من فکر میکنم دلیلش اینه که دنیایی که ما درش زندگی میکنیم دنیایی که هم درش مادیات هست هم روحانیات و مادیات از نقطه نظر ما محمل روحانیات یعنی برای اینکه این جنبه های روحانی تجلی پیدا بکنه کجا قرار هست تجلی پیدا کنه تو چیز مادی که ما در دور بر خودمون میبینیم یعنی ضرورتاً بین این دوتا ارتباط هست برای همین مثلا مطلبی که مثال زدین مثل موضوع نظافت دقیقا همینطوره نظافت ظاهری یک امر کاملا جسمانی هست اما تأثیر شدید در روحانیات ما داره این امر مسلمی هست یعنی بین این دوتا یک ارتباطی برقرار هست برای همین هست که مثلا موقع نماز باید با لباس تمیز نماز بخونیم وگرنه که یه جور تناقضی هست بین رفتن به حضور معشوق با در بهترین حالت خودمون نبودن با تمیز نرفتن متوجه هستین چی عرض میکنم و این دلم خواست یه نکته رو بگم که مطلبی که پرسیدین قبلا از آقای دکتر ثابت که وقتی که خدا میدونه ما بهش محبت داریم چرا لازم هست بگیم میخواستم اینو تاکید کنم که خصلت عشق بیان میطلبه یعنی اینی که نه از نیاز اوست این از طبیعت محبتی که در ما هست که باید بیانش کنیم یعنی از مقتضیات طبیعت ما اینه که وقتی عشق داریم بیان داشته باید همراهش باشه شما در زندگی عادی هم یعنی باز برمیگردیم به مثال ارتباط بین انسان ها طبیعتا وقتی کسی رو دوست دارید با وجودی که اون میدونه شما دوست دارین طبیعتا میل دارین بیانش کنید این در ذات رابطه محبت آمیز هست بیان سپاسگزارم در صحبت‌های ابتدایی خانم یزدانی مطلبی رو اشاره کردن که
صداقت و یک صفا و صمیمیتی که باید برای ابراز این قضیه مطرح بشه. خب خیلی بدیهی است، یعنی اینکه اون چه که صادقانه بیان بشه قطعاً تاثیرگذار خواهد بود. اما یه تناقضی رو ما توی این قضیه می‌بینیم. همه دعاها، همه شرایطی که برای دعا ذکر میشه منوط به یه شرطهایی است که ملاک و سنجش مادی نداره برای ما که بسنجیمش ببینیم آیا درست تحقق پیدا کرد یا نه. اگر دقت بکنید تمام دعاها مشروط بر اینه که با صدق مبین، با صداقت خالص، با تمام اون شرایطش بیان شده باشه. آیا این تحقق این رو غیر ممکن نمیکنه یا سخت نمیکنه یا یه شرایطی ایجاد نمیکنه که ما هر بار که احساس کردیم ما به معشوق خودمون نزدیک نشدیم و اون شرایط دعا برامون تحقق پیدا نکرد بگیم لابد ضعفی در ما وجود داشته؟ البته این امکان هست، خب در فردی این حالت به وجود بیاد، ولی معمولا در آثار دینی، در آثار روحانی این حالت رو میشه مشاهده کرد که اونها حد اکثر، یعنی اشاره میکنن به آخرین جنبه تعالی انسان، آخرین بهترین نمونه و بهترین نمادی از اخلاص انسان. اون همیشه هدفه، اون رو هدف میذارن و بعد انسان رو کوشش میکنن، تشویق میکنن که به سمت اون هدف متعالی و به سمت اون هدف عالی سعی بکنه که برسه. ولی در این حال در آثار بهائی تاکید شده که کمال روحانی یک پروسس، یک رونده، چیزی نیست که یک شبه به دست بیاد. لذا با تاکید به این مطلب، مثلا اشاره حضرت عبدالبها همیشه میفرمان که روز به روز، یعنی پیشرفت رو سعی بکنین که روز به روز حاصل بکنین، پیشرفت روحانی رو. و این در حقیقت حتی شاید وارد مباحث عمیق‌تره، مثلا فلسفی آینه بهایی هم بشیم، ما به این نقطه میرسیم که اون کمال مطلق هیچ وقت انسان بهش نمیرسه در این عالم. و چون همیشه این یک جریان نسبیه، لذا نفس نسبی بودنه این جریان روحانی، نسبی بودن این جریان ارتقا و کسب کمالات و فضائل روحانی، نفس اون به این عالم حرکت میده. چرا که اگه انسان به یک کمال برسه دیگه از حرکت باز میمونه. این حرکتی که در عالم وجود هست به خاطر اینکه انسان داره تلاش میکنه که به مراحل بالاتری از تکامل روحانی برسه. لذا چون با به نسبی بودن این امر معتقدیم، لذا ممکنه که یک فرد در زمانی احساس بکنه که اون اخلاص کامل رو نداشته، ولی اون دلیل نیست که بعد دوباره سعی نکنه که با اخلاص بیشتری اون دعا و یا اون عبادت رو انجام بده. خانم دکتر یزدانی، آقای ثابت تو صحبت‌های قبلیشون فرمودن که به هر حال این رابطه، رابطه دو طرفه است، نه رابطه از روی نیاز ولی دو طرفه است. و خیلی وقتا ما میبینیم که در واقع در مورد دعا اینطور عمل میشه، یعنی هیچ عیبی نداره و خود ادیان هم آوردند مطالبی رو که در قالب دعا شما درخواستی رو دارید، میخواید که امری تحقق پیدا بکنه. آیا این رابطه معنا داره وقتی که شرایط رو کسی برای شما تحقق بخشیده که خیر شما رو میخواد، صلاح شما رو میخواد، عالم رو به بهترین نظم و ترتیبی چیده، ولی باز با وجود این به شما این اختیار رو میده که شما درخواستی حالا بنا به میل خودت داشته باشی؟ بله، آقای دکتر به یک نکته خیلی مهمی به نظر من اشاره کردن که من به زبون خودم اینو به این شکل در میارم که ارتباط ما با حق مثل هر چیز دیگری مراتب و درجات داره. اون که دعا بشه فقط بیان عشق و از دوست در واقع جز دوست نخواهید، به ساعتش که میرید خودش رو بخواهید در دعا، این ایدئاله، به این طرف ما سعی میکنیم که پیش بریم. اما تا اونجا رسیدن هنوز ما آدمای این دنیایی هستیم طبیعتا، بعضی چیزها رو میخوان، بعضی وقت اگرم چون که ایمان هم داریم که یک نیروی ماورا هست، میخواهیم اون نیروی ماورا تواناتر و حتی میتونیم بگیم قادر عدل اطلاق رو بیاریم تو کار برای وقتی که به یک چیزی احتیاج داریم. بنابراین در درجات پایین تر ارتباط حل میشه از دوست، گاهی جو غیر از دوست هم خواست. اما چند نکته اینجا مطرحه.
یکی اینکه شما از دوست چیزی رو قرار هست به طلبین که مطابق با خواسته های اونه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میرید به ساحت اقدام میکنین، اولا که باید چیزی رو به طلبید که در مجموعه ارزش هایی که او به شما شناسونده به جا بگیره. یعنی اینکه خیر به طلبید برای خودتون یا برای دیگران، یا اقلا چیزی رو به طلبید که اگر برای شما خیر هست برای دیگران شر نباشه. منظورم اینه که این نوع شر نمیتونین بگین که دعا میکنین و چیزی رو میطلبین، اما چیزی رو میطلبین که او اصلا از بیخوبان، منظورم از او مشوق حقیقیه در واقع مورد دعا هست، اصلا تایید برش نداشته باشه. یعنی چیزی را باید بطلبیم که بنابر سلسله ارزش هایی که او به ما معرفی کرده قابل پذیرش باشه. به عبارت خیلی خلاصه، یعنی نیک را باید از او طلبید، برای خود یا برای دیگران. یعنی ما در یک محدوده معینی قادریم انتخاب بکنیم و دعا بکنیم، یعنی باز هم یک هیته‌ای به ما در اختیار ما قرار داده شده که بین اینها این اختیار به ما داده شده که از طریق دعا در واقع یه جوری انتخاب بکنیم. درست آقای دکتر؟ تا حدودی بله، فکر می‌کنم اینطوری درسته. مطابق اگر ما به تعالیم دیانت بهائی توجه بکنیم می‌بینیم که اصولاً تمام عالم هستی، خانم دکتر یزدانی به این مطلب هم یه اشاره فرمودن، تمام عالم ناسوت یا تمام عالم مادی و جسمانی در حقیقت یک محملیه برای عالم روحانی. یعنی در حقیقت هر آنچه که در این دنیا هست و در تمام مراحل خلقت در این عالم، همه اینها وسائلی هستند برای درک عمیق‌تر عوالم روحانی. لذا وقتی با یک چنین دیدگاهی به عالم هستی نگاه بکنیم، در اون حالت در همه چیز ما میتونیم تقدس رو ببینیم و در اون حالت هر حرکتی میتونه نوعی از دعا تعبیر بشه در مفهوم بسیار وسیع کلمه. من منظورم اینه، ببینید مثلا خب حجرالاسود یک سنگه، ولی به خاطر اون حالت روحانی که وجود داره، یک یعنی اون سنگ یک معنی روحانی، نمادی از یک معنی وسیع‌تر روحانی، و این در همه موارد هست. به قول سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. یعنی هر برگ سبزی انسان رو به سمت معرفت کردگار هدایت میکنه. لذا چون انسان بالاترین و کاملترین موجوده در سلسله مراتب خلقت، لذا تمام جنبه های حیات انسان هم میتونه به نوعی جلوگر نوعی از عبادت باشه. و بر همون اساسی که مثلا در آثار بهایی حتی کار کردن هم عبادت محسوب شده، به خاطر همونه که در آثار بهایی خدمت به نوع انسان هم نوعی از عبادته. پیشرفت علم و خلق آثار علمی و هنری هم به نوعی میتونه جنبه عبادت به خودش بگیره. سپاسگزارم. خانم دکتر یزدانی، ما در آخرین جلسه بحث مربوط به دعا هستیم و من دلم میخواد که شما این مراتب رو یک مختصر بیانی بفرمایید. از اونجایی شروع بکنیم که من ممکنه واقعا دعا میکنم برای سلامت یکی از نزدیکانم، یعنی شاید که خیلی شخصی ترینش، تا اینکه برسیم به یه جایی که از دوست جز دوست نخواهیم، یعنی ایدئالش. ولی در همه این شرایط ما باید در واقع ناظر به چی باشیم، توجه به چی بکنیم تا ضریب این که این دعا درست‌تر باشه، نمیگم که حتما تحقق پیدا بکنه، درست‌تر باشه، ادا شده باشه. والا فکر میکنم که اون شرط خلوص و اصطلاحی که در نوشته های بهایی هست، تضرع و ابتهال، یعنی این هوشیاری و آگاهی که انسان با همه قدرت هایی که داره، با وجود عقلی که داره، با وجود توانایی هایی که داره، اما در به عنوان فرد
دینی معتقد هست که یک قدرتی ماورای این عالم در کار هست که اون قدرت، حالا اسمش خدا بذارید یا هر چیز، کاری رو میتونه بکنه با طلب ازش که من نمیتونم بکنم. یعنی این احساس خضوع مؤمنانه یک قسمت جدا نشدنی از دعا هست اون موقع که میخوای چیزی به طلبی، یعنی تضرع و ابتهال همراهش باید باشه. و البته خب اون حالت توجه که یعنی همه الفاظ نباید دعا باشه. منتها این همه این شرایط رو اگر که آدم داشت موقع طلبیدن چیزی، دعا نباید به این معنی باشه که چون که من اینا رو گفتم اگر حق حقه باید اون چیز که میخوام بشه. یعنی این به معنی این که انگار من شرط دارم برای خدا میذارم، این جور چیزی نیست. ما میطلبیم، اگر اون چیزی که خواستیم حاصل شد فبه حل مراد، اگر نه کوشش خودمون رو تو زمینه هایی که باید بنابر اصول صحیحی که در دیانت مطرح شده ادامه میدیم. این نکته رو هم اینجا میخوام عرض کنم چون میترسم دیگه صحبتی نباشه، چون که شما به نظرم میل دارین یک کمی از این قضیه صحبت بشه که ما در دعا ممکنه چیزی رو بطلبیم از حق. میخوام بگم که این اولا که این طلبیدن چیزی نباید به معنی کنار گذاشتن کوشش و اهتمام در امور باشه. یعنی این که مثلا اگر شما گفتین برای شفا برای یک کسی دعا کنیم، اون کس رو باید ببریم دکتر اول. یعنی اول باید به اسبابی که در این عالم در دسترس هست، یعنی یه پزشکی که مثلا دانشش رو داره و در راه درمان رو میدونه، اول باید به او ببریم مریض رو اون ببینه، در کنار او هست که دعا میکنیم. به عبارت دیگه امور به اعتقاد بهایی معلق به اسبابی هست که در همین عالم مقدره. شما بر اساس قدم‌های عملی در دسترس پیش میرید، همراهش دعا هم میکنید با خلوص، اون وقت اون نتیجه که از دعاتون حاصل میشه رو میپذیرید. یکی این و یکی نکته دیگر اینه که هرچند دعا بیان عشق، بیان محبت ضروری هست، جدا نشدنی از رابطه بین انسان و معبود الهی، این نوع دعا به معنی تفکر و تدبر نکردن نیست. یعنی این که حالا آقای دکتر ثابت خیلی بهتر در جنبه های تئولوژیک و فلسفیش صحبت میتونن بکنن، اما حرف من اینه که دعایی که جنبه عاطفی روحانی داره به معنی متضاد بودن با تفکر و تدبر نیست، در کنارش هست و در واقع میتونه تفکر و تدبر رو تقویت و همراهی کنه. سپاسگزارم از این که لطف کردید در این سلسله برنامه ها همراه ما بودید و از بینندگان عزیز هم که لطف کردن و تا این برنامه با ما همراه بودن. انشالله با موضوع جدیدی در برنامه آینده در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.